یو چطور این بچه من تا پلیزم و خیلی خوش اومدید به پارت نهم سری سیتیز اسکایلاینزمون. بچه اصلا دلم نمیخواد این رو بگم ولی این پارت یکی مونده به آخر سری سیتیز اسکایلاینزمونه و با احتساب این پارت 9 پارت از این بازی با ساتون ویدیو گذاشتم و تقریبا بچه توی این پارت و پارت بعدی دیگه قراره همه کارهایی که میتونیم رو بکنیم که دیگه بازی تموم بشه به نوعی. همین الانش هم تقریبا 80% کارهای ممکن رو کردیم ولی توی این دو پارت قراره که همه کارهای ممکن رو توی بازی بکنیم و بازی رو تموم کنیم. و از اون ورم بچه سعی میکنم این دو تا پارت طولانی باشن که قشنگ عشق بکنید و لذت ببرید. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید و کامنت ها رو جر و جر کنید که دیگه اصلا طولانی بشه، دیگه پارت آخرمون 2 ساعت بشه. چطوره؟ پس حتما این کارا رو بکنید و بدون معطلی بریم سراغ گیممون. بچه الان تو بازی تو فصل بهاریم و چیزی تا تابستون نمونده و من آف رکورد کاری خیلی کمی کردم. بچه‌ها اگه یادتون باشه پارت قبلی بانک مرکزی رو اینجا ساختیم، حالا پشت بانک مرکزی یه سری دفتر و شرکت من زدم تأسیس بشه که اونا مهم نیستن. اداره اطلاعاتمون هم که اینجا بود. جلوی اداره اطلاعات مترو زدم، خب بیهوده ترین متروی دنیا رو هم اینجا زدم، یعنی هیچ کی اینجا سوار مترو نمیشه، یعنی عملا پول مملکت رو من اینجا به باد دادم. یه دونه اسکا اینجا زدم، یه دونه اسکا دیگه جلوی داره شهرداری. یادتونه پارت قبلی گفتم واسش برنامه دارم؟ برنامه‌م دقیقاً همین بود و اگه دقت کنید سقف این دوتا شبیه هم دیگه است و کلاً بیلداشون توی یه سبک. سر این موضوع این دوتا رو کنار هم ساختم فعلاً به خاطر اینکه ازدحام جمعیت اینجا و اون ور وجود نداره از این مترو استفاده نمیشه، ولی در آینده مطمئنن قراره که استفاده بشه ازشون. علاوه بر ایستگاه ها بچه من مجبور شدم یه مترو یاردم اینجا بزنم، قبلا این بود الان اینم هست، مجبور شدم اینو بزنم که تعداد متروها اوکی بشه دیگه. ایستگاه که میره بالا مترو بیشتری، اون لوکوموتیو اون سابوی بیشتری نیاز میشه و سر این موضوع ما باید یه دونه یارد جدید هم میساختیم. ولی جدای از همه اینها اینجا رو هم که گوه برداشته، این اسکولا قرار بود تسویه کنن. آبا این چه وضعیتیه؟ چرا اینطوری؟ این چیه ناموسن؟ حالا اینجا اوکیه، همون زون صنعتیه، این گوها بیاد اینجا به رئیسیت شهرمون میره که. ولی از اینم که بچه رو بگذریم، دیگه کار خاصی من نکردم و فقط درختکاری کردم دیگه، درختای اینجا رو اوکی کردم و تمام. و اینم یادم رفتون بگم از الان به بعد فرودگاه ما داره با تمام ظرفیتش کار میکنه، البته نه تمام ظرفیتش، با 80% ظرفیتش الان داره کار میکنه. همه اون راههاش رو الان داریم استفاده میکنیم. همونطور که میبینید الان توی هر یکی از باندها 2-3 تا هواپیما وجود داره که این عالیه واقعا. ولی جدای از همه اینها بچه اینجا رو هم درست کردم، یادتون رو میگفتم جادهش موقته، الان جاده دائمیش رو اینجا زدم، یک کم کج و کولش شده ولی خب کاریش نمیشه کرد دیگه، جاده نچراله به اون خاطر اینطوری شده. اینجا هم یه کوه مصنوعی زدم که اگر زشته توی کامنت ها ننویسید زشته، بنویسید خوشگله. و دیگه هیچ کار دیگه ای نکردم و یه مقدار خیلی کم هم سیستم مترومون رو اوکی کردم که اونا دیگه جذابیت اینو نداشت که توی ویدیو بهتون نشون بدم. مترو این بازی چندان جذاب نیست و بیشتر سر آدم رو به درد میاره. ولی بچه توی این پارت کلی پلان داریم، اوکی کلی قراره که کارهای مختلف انجام بدیم. مهمترین کاری که بچه باید توی این پارت انجام بدیم اینه که خونه بسازیم. واقعا خونه نداریم دیگه، من نمیدونم به چه زبونی بگم ولی شهر کمبود خونه داره. پس با این وجود من میام این جاده رو از اینجا میگیرم و تا اون ته میبرم و بعدمون بچه نوبت این میرسه که اینجا بزنیم تو کار ساخت و ساز. اینجاها خالیه، اینجاها باید بسازیم. او خونه گنده بود بچه رو پاکش کردم، الان وقت اینه که اینجا بسازیمش. ولی یک سوال، اینجا مترو داریم؟ چون جمعیت این خونه زیاده، اینا مترو باید دم گوششون باشه که ایول ایول ببینید چه اصلا پشمام ایسکا. مترو همینجاست. این که میگم سیستم مترو رو اوکی کردم یعنی همین، یعنی قشنگ همه جای شهر الان مترو داریم. پس با خیال راحت میتونیم این خونه رو اینجا بسازیم.
خیلی هم خوشگل شد و ازدحام جمعیت اینجا هم کمه به نسبت، باگ نمیشه، لگ نمیکنه بازیو. ولی خب بچه این خونه انقدر بزرگه که باید بغلش یک پارک همسایزش هم باشه، یعنی اصلا نمیشه اگر پارک بغل این خونه نسازیم. ولی لعنت به پارکای این بازی که یکی از یکی شخمیتر و افتضاحتر و اصلا چی بگم این بازی ضعف وحشتناک پارک داره و امیدوارم مسئولین رسیدگی کنن و پارکای این بازی رو بیشتر کنن. من دهنم داره سرویس میشه الان، اصلا گیرم من جاده اینجا رو اوکی کردم، چه پارکی میخوام آخه بغل این لعنتی بسازم؟ اصلا ظرفیت نداره، این هیچی نداره، این چی اد کردید به این بازی دهن سرویسا؟ من واقعا موندم چیکار کنم. ولی اصلا نگران نباشید، اصلا، چون حل شد و این هم از پارکای بغل این خونه. پشتش هم جای خالی داره که به نظر من منطقی ترین کاری که میتونیم براش بکنیم اینه که پارکینگ بسازیم، چون به هر حال یه 2000-3000 نفری قراره تو اون خونه زندگی کنن و خب اینا ماشین دارن دیگه. البته خود این برج بی صاحب پارکینگ داره ها، ولی اونا گاون دیگه، نمیفهمن که قراره بیان توی خیابون پارک کنن. پس با این حساب ما یه پارکینگ هم اینجا میسازیم، اینجا خالی میمونه، حالا اونو بعدن یه کاری میکنیم و آفتاب هم داره غروب میکنه چون تایم سایکل بازی رو من باز کردم، ولی احتمالاً مجبور بشیم ببندیمش چون اگر نور بره فلج میشیم. ولی بازش کردم تا شب بازی هم بهتون نشون بدم و نایس، طرفای غروب چقدر شهر خوشیگل میشه، نایس واقعا. ولی خب بچه این خونه هم کم کم دیگه داره پر میشه خدا رو شکر. ولی جدای از این خونه، ما یه دونه چرخ و فلک 5 میلیونی داشتیم دیگه، یادتونه؟ اون چرخ و فلک الان باید بغل این آب ساخته بشه، یعنی اصلا این لعنتی بغل آب نباشه حروم میشه، حیف میشه، باید همینجا باشه. قشنگ الان یه چرخ و فلک توریستی خوشگل داریم و برای پشت این چرخ و فلک هم دوتا پارک میسازیم. بابا به نازم چقدر خوشگل، چقدر نشست، میدونی قشنگ نشست و ست شد. واقعا بچه از این بابت راضیم. ولی الان مشکل اساسی ما اینه که ما اینجا خب مدرسه میخواییم، یعنی الیمنتری اسکول رو الان میخواییم، های اسکول نیاز نداریم با اینکه 1000 نفر الان توشن، ولی فعلا باز های اسکول نیاز نداریم، ولی الیمنتری رو 100% میخواییم چون 3000 نفر قراره این تو زندگی کنن دیگه. این 3000 نفر بچه هاشون کجا درس بخونن؟ ها درس نخونن که نمیشه، مملکت پیشرفت نمیکنه. پس با این وجود من باید الیمنتری رو بسازم، کجا جاش کنم فقط این الیمنتری لعنتی رو؟ آقا همینجا بغل این شرکت ها میزنیم، اصلا اهمیت نداره، ظرفیتش هم میبریم بالاتر، بیلد تکمیلی و این چرت و پرت هم واسهش نمیسازیم، همینی که هست. اوه پر شد، 851 نفر ثبت نام کردن توش. ولی ای کاش میتونستیم یه دونم اینجا های اسکول بزنیم که برای های اسکول اصلا جا نداریم، این از این، و جدایی از این اصلا جای های اسکول اینجا نیست، یا های اسکول اینجا داریم، پس با این حساب های اسکول دوممون باید این ورا باشه که حالا با این هم کار نداریم. این مکس شد؟ نه هنوز. با این حساب با این هم فعلا کار نداریم و غروب خورشید رو ببینید. وای بچه آدم دلش میخواد به این شهر زل بزنه. با هم هم نظر هستید یا خیر؟ خیلی خوشگل شده شهرمون، خیلی. و من میدونید کی فهمیدم شهرمون خیلی خفنه؟ وقتی که رفتم توی یوتیوب و ویدیوی یه سری از یوتیوبرها رو دیدم از این بازی، اصلا شهر ما 10 هیچ شهر اونا رو میزنه، خیلی بعضیاشون زشت بود. یارو با 1 میلیون ساب اومده بود یه شهری ساخته بود، اصلا پشما آدم میریخت اونو میدید. حالا من خارجی ها رو میگم، اصلا با ایرانی ها کار ندارم. شهر ما توانایی رقابت با اون خارجی ها رو داره، اصلا 10 هیچ اونا رو میزنه، انقدر که خوشگل و روح حساب و کتابه. ولی جدای از اینها الان وقت اینه که بغل این چرخ و فلک یک سری چیزهای خوشگل مشکل و گوگل مگولی بسازیم، که مثلا اون کار چیز بود، کار سنتر کو، همین اوتو سنتر، این چیز میزا الان دیگه باید بیان اینجا دیگه. اوکی، هم بغل فرودگاه توریست که میاد سری میاد توش، و هم این که خوشگله، جاش اینجاست به نظر من. پس با این حساب ما میایم و اوتو سنترمونو همینجا بغل مدرسه بنا میکنیم، مثلا حال میکنید بغل مدرسه نمایشگاه ماشین،
چه ایرادی داره؟ یه مارکت پلیس هم بچه داریم که روبروی اوتو سنتر میسازیمش. چرا؟ چون اینجا محدودیت جا داریم بچه، راستش رو بخواید اینجا فرودگاه نمیذاره چیز دیگه ای بسازیم، هم سر و صدای زیادی داره فرودگاه و هم اینکه محدودیت جا داریم. پس با این حساب مارکت پلیس اینجا باشه خیلی برامون خفنه. و نایس، من آرزوم بچه یه روزی از یکی از این مارکت پلیس ها یه جایی مثل این مثلا خرید کنم، خیلی حال میده. فکر کن میری یه جایی که میدونی هر چیزی بخوای توش هست. این واقعا بچه حس خوشایندیه، این یه حسیه که من واقعا تو عمرم تجربه نکردم. یعنی یه وقتایی سر یه سری چیزای چرت و پرت من کل شهر رو گشتم پیدا نکردم، چه برسه بخوام از یه مغازه بخرم. و نایس، اینم از غروب خورشید و شروع شب شهر ما. و اینم از ماه. وای سقف فرودگاه رو ببین، وای عجب شاهکاری این فرودگاه. اداره اطلاعاتمون رو ببین، ماهو ببین، وای موشکو ببینید که داره لانچ میشه. وای فکر کنم مثلا آدم خونش اینجا باشه. آقا واسه تایم استاپ کن. ای بابا هر کاری کردم نمیشه آقا، واسه ببینم میتونم بیام اینجا. فکر کنم مثلا خونت اینجا باشه، این آپارتمان خونت باشه، بیای پشت بوم. ای یه ذره بیا بود. ای توف توش بابا، نخواستیم آقا موشکو حال کنید. وای چه خوشگل لعنتی، از پایین فکر کن از خیابونا نگاه کنی ببینی یه موشکی اینطوری داره میره هوا. وای خیلی خوشگله، خیلی. ولی اینجا چی شد؟ باز ترافیک شد. چرا؟ چتونه؟ چرا اینجا رو ترافیک کردید؟ دن سرویس ها. آقا بذارید من تایم سایکل رو وا کنم. اینطوری چیزی نمیدیدیم واقعا که شب بود. ولی الان مردم اینجا رو ترافیک کردن به خاطر این پارکینگ. این ور رو هم ترافیک کردن. چرا؟ چون از اتوبان میخوان بیان این زون. و خب این کار ما رو سخت میکنه، چون این اسکولا مجبورن بیان از اینجا دور بزنن. اینجا هم چراغ راهنمایی داره مشکل میشه. سر همین موضوع بچه ما الان مجبوریم از این اتوبان یه ورودی به این منطقه بدیم که مشکل مردممون حل بشه. و مطمئنن اینجا بعد این اتفاق خوشگلم میشه. تازه حالا باید بریم ببینیم. و میام این اتوبان رو اینطوری تا اینجا میکشم، بعدش اینطوری یه ورودی به این منطقه از شهر میدم و یه ورودی دیگه از اینجا میتونیم بدیم، ولی نمیدم فعلا. ببینیم همین مشکلمون رو میتونه حل کنه یا نه، که حل کرده تا حدود خیلی زیادی. فقط بذارید اتوبان اینجا رو من بیام یه لحظه سلاینه بکنم. در لول بعدی چراغ راهنماییشم برمیدارم، هر کی هر جا میخواد خیلی راحت بره. و آره دیگه، الان بیشترین حجم ورودی به شهر ما از اینجاست. ترافیک اینجا به غایت حل میشه. ولی اصلی ترین مشکلی هم که الان داریم اینه که همه میخوان اینجا پارک کنم. پس با این حساب قیمت این پارکینگ رو هم تا دسته میبریم بالاتر، میذاریمش 50 سنت تا برن سراغ پارکینگ‌های دیگه. و برای مدیریت ازدحام این منطقه مجبوریم یه پارکینگ دیگه اینجا هم بسازیم، اینطور که بوش میاد، چون الان همه میخوان بیان اینجا. همه جلوی اینم که ترافیک سگی. اصلا یه بیلد سمیه این بیلد، بیا و ببین. یعنی اینکه بیلد بزرگیه 3000 نفر رو تو خودش جا میده، این مشکل اساسی این بیلد دیگه. قشنگ تمام جاده های اطرافش رو مسدود میکنه لعنتی. حالا ما پارک تو خیابونای اینجا رو هنوز بند نکردیم، یعنی این اجازه رو به مردم میدیم، ولی خب مردم دیگه شعورشون میرسه، میخوان تو پارکینگ پارک کنن دن سرویسا. همین برامون مشکل شده، ولی فعلا اون موضوع رو انگولک نمی کنیم و میایم سراغ بیلدای دیگه‌مون. یه دونه مازل کار گاراژ داریم که این برای اون خودروهای عزولانیه دیگه، اون خودرو گنده ها. خب حالا نمیدونم چرا نوشته مازل کار، ولی اینم باید بسازیم. و بذار ببینم از اینجا بیلدی میمونه که اینا بیلدای کوچیکن. ما یه اداره گنده هم داریم که همینجا بسازیمش.
همینجا بسازیمش، یعنی اینو پاک، همتون گورتون رو گم کنید برید بیرون. اینجا رو من الان خیلی سریع اختصاص میدم به این اداره ها. چرا نمیسازی؟ که هولی، تو لاین فرودگاه نمیذاره هواپیماها پرواز کنن اگه اونجا باشه. پس با اون حساب اینجا بساز، اینجا هم نمیتونی، اینجا هم لاین فریدم توی فرودگاه، همه جا لاینشه که. این هواپیماها قانون ندارن، هر کجا بخوام میتونن پرواز کنن دن سرویسا. من نمیفهمم این وضعیتو. ولی خب نگران نباشید، انقدر اداره و شرکت و اینجور چیزا داریم که اصلا خیلی هن. کلی بیلد بچه مجبوریم بسازیم، پس از این بابت مشکلی نیست. و الان یه بیلد دیگه من برای اینجا پیدا میکنم که فعلا این رو پیدا کردم، این همون مازلکار گاراژ. ولی چرا اوراق داره میکنه این؟ این چرا اوراقیه بچه ها؟ من اینو درک نکردم اصلا، چرا باید اوراق کنه اینجا؟ بعد این به کنار بچه، این بیلدو من چرا اینجا ساختم؟ تو جایی به این مهمی شهر، خب این باید خارج از شهر باشه که دن سرویس رو برو گورتو گم کن. واقعا روزگار عجیبی. آقا بزن اینجا یه دونه نشکش خونه ما بزنیم، باز اینجا آدم مرده، کسی نیست بیاد جمعش کنه. قبرستون و اینا که ظرفیت ندیگه نداریم، همینو الان من اینجا خیلی سریع بزنم ساخته بشه. سردخونه و اینجور چیزام اد کنیم روش. اینم از این دور و برش هم گلوگیا میکاریم، اوکی میشه. که نه متاسفانه گلوگیا نمیتونیم بکاریم، پس اینو میایم اینجا میذاریم و بعد اون دیگه بیلدی برای اینجا نداریم، واقعا بیلدی برای اینجا نداریم. اینم که اینجا زدیم اوکی میکنه همه مشکلات رو. پشتش هم این دوتا رو الان میتونیم اد کنیم، ظرفیت داره. و جدای اون الان وقت این میرسه که اینجا توی خط ساحل شروع به ساخت و ساز کنیم. که این از این بچه، یه شرکت اینجا زدیم که چیکار میکنه؟ واتل فال آرای ها، کمپانی بوت اند باگ تو الکترونیک سافت وار کار میکنه، نرم افزاره دیگه، مربوط به حالا نرم افزاره مختلف این شرکته. که انشاءالله موفق باشن، ما کاری به کارشون نداریم. و بعد ساخت اینها باید بیایم اینجا یه غلطایی بکنیم که پارکینگ نیاز داره اینجا و مجبوریم پارکینگ اد کنیم، هیچ چاره دیگه ای نداریم. ولی کدوم پارکینگ اد کنیم، اینو یا اون یکی رو؟ که به نظر من این رو الان باید توی این مرحله اینجا اد کنیم دیگه. کارواشش هم انیبل میکنیم و چند تا میتونه اینجا بده؟ 160 خیلی کمه، خیلی کمه برای این ابهت و عظمت. 160 ماشین خیلی کمه، ولی چاره ای نیست، اینجا ازدهامش خیلی زیاده، باید هر طوری شده ماشین ها رو هندل بکنیم. و بعد اون بچه نوبت میرسه که اینجا دیگه شروع کنیم به ساخت خونه به صورت فلعی و آپارتمانی با استایل اروپایی 100%، که با نام و یاد خدا پروژه ها رو یکی پس از دیگری دیگه میریم تو کارش دیگه. البته الان اینا 4 تا شدن، بهتره که یه جاده از بینشون رد بشه و بعد بریم سراغ باقی خونه ها. بله 4 تا هم این اینجا میسازیم و بعدش دیگه به نظر من کافیه. و این هم از این بچه، 8 آپارتمان ساختیم که خب لوکیشنشون هم خیلی خفنه، بغل آبن، ولی امکانات ندارن که مهم نیست، اصلا هم مهم نیست، همین که بغل آبن باید خدا رو هم شکر کنن اینها. حال درسته این ورم فرودگاه و یکم اذیت میشن، ولی دشوار نداریم واقعا دیگه، باید کنار بیام با اون موضوعات میدونید. ولی اگه فکر کردید که ما به این مقدار قراره که قانع بشیم، سخت در اشتباهی. پشت اینها بازم خونه میسازیم، فکر کردید تموم میشه؟ نه، ما پول لازم داریم، باید هر طوری که هست از تمام ظرفیت های شهرمون استفاده کنیم، الکی نیست که. و اینم از این بچه، 8 آپارتمان دیگه پشت این آپارتمان ها ساخته شد، ولی فکر کردید تموم میشه؟ نه خیر، اصلا نه، این خبر نیست، یه 8 دیگه من بسازم دیگه تموم. پس با این حساب یه جاده از اینجا، بابا بیشرف و چتونه، چرا تخریب خوردید ها؟ یهو بی پدر رو تخریب خوردن. یه جاده از اینجا میخوایم رد کنیم دیگه، چیه مگه؟ سری جدید خونه ها قراره که بچه این ور رو نگاه کنن، یعنی فرودگاه و از این بابت اوکی، ولی دیگه ظرفیت ساخت آپارتمان نداریم با اون صورت. پس با این حساب من یک لحظه سر و صدای این فرودگاه رو چک کنم ببینم چقدر سر و صدا داره، که چندان نیست واقعا، یعنی اوکیه. اونقدری که این شرکت یا این مارکت پلیس سر و صدا داره
اینجا سر و صدا نداره. پس با این حساب ما باز هم قرار هست که بتونیم اینجاها خونه بسازیم، ولی خونه آپارتمانی دیگه نمیسازیم بچه ها و میریم سراغ استایل های دیگه. ولی خب بچه ها الان یه پارکینگ هم باید اینجا اد کنیم. البته این مارکت پلیس خودش پارکینگ خیلی خوبی داره ها، ولی فقط برای مشتریاش دیگه و این مشکل قضیه است که متاسفانه اجازه نمیده مردم عادی ازش استفاده بکنن. ولی من الان یه پارکینگ پشت این مارکت پلیس میزنم و اگه فکر میکنید فقط این یه پارکینگ رو میزنم سخت در اشتباهید. پشت این پارکینگ یه پارکینگ دیگه هم میزنم و اینم از این دیگه. مشکل پارک اینجا تا ابدالدهر دیگه باید حل بشه ناموسن. من دیگه نمیکشم اگه مشکل اینجا حل نشه. یه جاده هم اینجا نیاز داره که اینو هم خیلی سریع اینطوری میکشیم میاریم اینجا وصل میشه. یه جاده کوچولو هم از اینجا باید بزنیم تا اینور. اینم از این و دیگه عرضم به حضورتون که ظرفیت آپارتمان سازی باز هم داریم. پس با این حساب میاییم اینجا دوباره یه تعداد آپارتمان میسازیم که اینم از اینها. و اینجا بچه دیگه پردیس واقعیه. ما قبلا به اینجا میگفتیم پردیس، ولی آپارتمان اینجا لول اپ شدن، الان لول 3 هن، خوشگل شدن، رنگ و رنگ شدن و علاوه بر اون امکانات زیادی هم داره خونه های اینجا. ولی خونه های این ور واقعا دیگه حتی امکانات هم ندارن، هیچی ندارن. پس با این حساب اینجا دیگه اون پردیس واقعی است. مجبور هم بودیم بچه به این شکل بسازیم، چون اگه بخوایم ویو هر خونه بود چرا؟ چرت و پرتا چیه اینجا ساختی مرد مومن؟ خراب کن ببینم. فقط اینجا آپارتمان حق دارید بسازید. و میگفتم اگه بخوایم ویو هر ساختمون رو رعایت کنیم جا نمیمونه که دیگه، هیچ جایی نمیمونه. پس با این حساب همین روشی که پیش گرفتیم روش مناسبیه. و چه ترافیکی شد اینجا، وای یه جاده خیلی چوسکی اینجا زدم، همه مردم میخوان اینجا رد بشن. دمتون گرم، خیلی مردم باشعور و با فرهنگ و فوق العاده ای ما داریم. یه پارکینگ مجبورم الان با این حساب این ور بزنم که یک حجمی از ماشین ها منتقل بشه به این پارکینگ و در نهایت دور و ور این خونه ها باید یه پارکینگی بزنیم که حالا مشکل اینا هم حل بشه. و اینجا بچه ها نیاز به بیمارستان هم داریم، چون از شهر دور این منطقه بیمارستان نداره. ولی خب ما پول بیمارستان هم نداریم، یه کلینیکی اینجا الان میسازیم، مشکل مردممون رو انشاءالله که حل میکنه. بذار ببینم حل کرد یا نه. که حل میکنه، حل میکنه، چاره ای نداره، باید حل کنه. آتیش نشونی اینجا رو هم چک کنیم که اوضاعش بدک نیست. حالا ما یه دونم از اینا میزنیم اینجا، از این برجک دیدبانی ها. اگه آتیش گرفت این خونه ها خبر میده آتیش نشونی میاد. اینم از برجک. و در نهایت المنتری اینجا رو که ساختیم یه المنتری دیگه باید بسازیم. اصلا ران نداره که المنتری جدید اینجا ساخته نشه. پس با این حساب یه المنتری دیگه اینجا میسازیم، اینم اد میکنیم روش. و هیچی نشده، 150 نفر 200 نفر همینطوری داره میره بالاتر. نیاز بود برای این منطقه واقعا. 1200 نفر پر شد، 1300 1500 مکس شد، مکس شد مدرسه. این یکی هم مکسه، میگم دیگه ضعف المنتری داشتیم توی این منطقه. حالا من یه پارکینگ دیگه هم باید اینجا باز دوباره بسازم. این پارکینگ از ما نمیکشم که بیرون، هر چقدر من میسازم اینجا این شهر باز نیاز به پارکینگ داره، که البته جا نمیتونیم بکنیم اینجا پارکینگ. پس با این حساب فعلا اینو ول میکنیم. و چه ترافیکی شد اینجا، چه خبرتونه، چتونه چتونه، چرا اینجا رو اینقدر ترافیک کردید؟ بعد چرا از این پایین نمیایید؟ چرا همه میخوان از این بالا برن ها؟ من واقعا درک نمی کنم. بعد این چرا تخریب خورد؟ آپارتمان نوساز مگه تخریب میخوره اصلا؟ همه کار دارم واسه تون میکنم دیگه، من چیکار برای شماها بکنم ها؟ من واقعا برای این مردم همه کار کردم، ولی یه دونم های اسکول براشون میزنم که دیگه دهنشون واقعا بسته بشه. که خب های اسکول هم کجا جا کنیم؟ اگه گفتید همین پشت خونه ها. های اسکولو فعلا اینجا میزنم، اگه مکس شد نگهش میداریم، اگه مکس نشد های اسکولو تخریب میکنیم. این 800 تاش باید پر بشه، من نمیدونم. علاوه بر های اسکول اینجا چی شد ها؟ این کلینیک دارو نداره متاسفانه. وای وای لعنت بهتون، اینجا رو ترافیک کردید، دارو نمیرسه. این همون تراکیه که داره دارو میاره خب واسه کلینیک.
این تراکه باید برسه اینجا که مشکل داروی ما حل بشه، ولی ترافیک کردن اینجا رو دهن سرویس ها. با این حساب یه منطقه اینجا به وجود میارم من الان و میام توش، ترافیک های سنگین رو بند میکنم. یعنی دیگه از الان به بعد محدودیت ورود و خروج برای این منطقه داریم و پارک کنار خیابونم دیگه آقا من بند میکنم دیگه. این وضعیت زشت مرد مومن، گند زدید به خیابونامون، همه جا پارک کردید، ترافیک کردید، این چه وضعش؟ الان یکی اینجا آمبولانس میخواد، چجوری آمبولانس میخواد بره بهش برسه؟ مردم ما متاسفانه درک و شعور و فهم از دست دادن و این الان مشکل اساسی ماست. این واقعا مشکل اساسی ماست، ولی باید حل بشه دیگه، میدونید؟ اتوماتیکلی باید حل بشه. خود مردم ریدن تو خیابونای اینجا ترافیکش کردن. آخه من نمیفهمم، خبری هم اینجا نیست که این همه ماشین داره میاد. مترو بغل گوشتونه، خب گم شید با مترو برید این بر اون بر. حالا بذار من یه اسکا جدید مترو هم اینجا بزنم که دیگه حرف و حدیثی نمونه. این های اسکول چند نفر رو گرفت؟ فقط 8 نفر. تخریب، شما لیاقت درس خوندن ندارید. تخریب اونجا رو من خیلی سریع میزنم و علاوه بر اون الان یه اسکا مترو جدید دیگه اینجا آقا من اوکی میکنم دیگه. اینجا من اوکی میکنم که بعدم بچه ها نیام بگن چون حمل و نقل عمومی نداری اینجا ترافیکه. اینم از ایسکا مترو جدید اینجا دیگه. واقعا منطقیه که مردمش از مترو استفاده کنن دیگه توی این شرایط، به جای اینکه به این شدت اینجا رو ترافیک کنن. ولی خب بچه، علاوه بر همه اینها من الان توی این پارت یه کار دیگه باید بکنیم. اینجا رو که اوکی کردیم با هم دیگه، ساختیمش، همه چیزش هم اوکیه. الان حالا یه ذره زمان میبره جا بیفته اینجا، بعدن خودش اوکی میشه اینجاها، مطمئنا خیلی هم قرار خوشگل بشه. ولی الان وقت اینه که این ترانسپورت دریاییمون رو اوکی کنیم. الان کارگو رو داریم دیگه، اوکی کارگو رو داریم خدا رو شکر. یه هاربور باید الان بسازیم برای مسافربری. اونی که برای مسافربری هست رو من میتونم بغل همین کارگو بسازم، میتونم این ورم بسازم که این ور بچه به نظر من جای مناسب تری هم هست و با این حساب ما هاربور رو اینجا میزنیم و بعدش نوبت کانکشنش میرسه که اینو اینطوری خراب میکنیم و لاین دریاییشو میایم بهش کانکت میکنیم و در نهایت این باید از اینجا هم رد بشه بیاد کانکشن اینجا، ولی متاسفانه به خاطر این پلی که اینجا داریم کشتی ها نمیتونن از اینجا عبور کنن. من این پلو طوری ساختم که از زیرش کشتی رد بشه ها، ولی به خاطر اون یکی از اینجا نمیتونن رد بشن که این خیلی بده، ولی من الان حلش میکنم. من الان آبای اینجا رو میخرم خیلی سریع و بعدش میام اینو تا اینجا میکشم و یه خمه ریز بهش میدم و اینجا میان از دریای ان عبور میکنن کشتی های مسافربری. کارگو هم نیستن ها بچه، مسافربری هن. یعنی مسافرها رو از ان و گوه رد میکنیم، اینجا یه پیچ ریز بهشون میدیم، بعد همین و اینها باید بیان کانکشن به اون ور دیگه که فکر کنم نیازه برای این موضوع اینجا رو هم اینطوری بخریم و بعد خریدش اینجا رو اینطوری میاریم و در نهایت الان باز باید الان اینجا رو هم ما بخریم. ولی بعد خرید این یکی دیگه الان میتونیم اینو اینطوری اینجا کانکت کنیم و تمام. الان نوبت این میرسه که یه کانکشن از این ور برای اینجا بگیریم و بعدش مسیر برگشتش رو هم معین بکنیم و در نهایت یه کانکشن اینجا بگیریم و ببریمش اینجا کانکت کنیم و تمام. این هم از این سری بیلد تکمیلی هم داره، اونا رو هم اد میکنیم و این هم از اون جایی که مسافرها میتونن بیان به شهر ما. خیلی جای خوشگلیه، ولی مترو خودسر بگو که داری، بگو که مترو داری توی خودت. اوکی، این که اتوبوس داری یا تاکسی واقعا به کار من نمیاد، بگو مترو داری که نداری، لعنت بهت، واقعا لعنت بهت. پس با این حساب من مجبورم این جاده رو از اینجا بکشم بیام کانکت کنم به اینجا که حالا رفت آمد یکم اینجا آسون تر بشه. تاکسی داره دیگه، تاکسی داره، همین تاکسی باید کار مسافرها رو راه بندازه و این هم از کشتی اول که فعلا خالیه، ولی فکر کنم داره فقط از اینجا رد میشه یا میپیچه الان که پیچید. نایس، خدا رو شکر که پیچید. ولی اون یکی لاینمون هم یه ایراد ریزی بچه داشت، اونو هم من حل کردم و این هم از این. این هم از یکی از بیلدهایی که واقعا شهرمون نیاز داشت و الان داره.
این کیه؟ این که باز چیز میخواد. اینجا باز مرد مردن، ولی ترافیک اینجا حل شده بچه. ترافیک اینجا به نسبت دیگه حل شده، مثلا یکم پیش نیست خوزش. الان فقط اینجا ترافیک داریم برای پارک کردن توی این پارکینگ ها و راضیم اوضاعش خوبه. این ورا هم که اوضاعش خوبه، یه کشتی دیگه اینجا پهلو گرفت که مسافر آوردی یا میخوای ببری. فعلا تکلیفش مشخص نیست، ولی فکر کنم داره میبره، فکر کنم منتظر مسافر بزنه و ببره. اینا کیان؟ ای اینا کیان؟ ما گوزن داریم تو شهرمون آمو، چرا دارن میرن دریا؟ پشمام آقا، گوزنا چرا خودشون رو انداختن تو دریا ها؟ ولی خب الان هم بندر تجاری داریم، هم بندر مسافربری، و این لاینی هم که اوکی کردم خیلی به کارمون داره میاد. خیلی مسافرها از اینجا رد میشن که این خیلی خوبه. و بچه ها، الان آیا بیلد دیگری میماند برای ساختن یا خیر؟ که بله، یه دونه بیلد میمونه بچه. این بیلدو خب من اگر بسازم قرار شهر به فنا بره، اوکی؟ ولی بیلد فوق‌العاده ایه، یعنی یک بانس هایی میده که بیا و ببین. اسمش هم لارج هادرونه اگه اشتباه نکنم. 4 میلیون پولشه، ولی بیلد فوق‌العاده ایه، بیلد واقعا فوق‌العاده ایه. یه بیلدیه که مربوطه به دانشگاه و اینجور چیزا، و بانساش هم از اینجا میتونید ببینید، هم برای آموزش، هم برای شرکت ها، هم برای کارخونه ها بانسای خفن میده. و دقیق نمیدونم چی کار میکنه ها، متاسفانه دقیق نمیدونم، ولی بیلد خفنیه. ولی اگه شما بچه میدونید لطفا توی کامنت ها برام بنویسید که این بیلد دقیقا چی کار میکنه، چون برای خودم جالبه که این رو بدونم. و از پشت این بیلدمونم یه جاده اینطوری رد میکنیم. کانکشن برقمون اینجا به فنا رفته بود که این رو هم دوباره کانکت میکنیم. و چه صدای خوفی اینجا میده، نمیدونم واقعا چی کار میکنه، ولی مطمئنم هر کاری که میکنه زیر زمینه. و به به، کل آب و فاضلاب شهرمون یک جا قطع شد، یک جا قطع شد بچه. این بیلد بچه هر کاری که میکنه آب زیادی مصرف میکنه و فاضلاب زیادی هم داره. پس با این حساب ما باید توی این مرحله تا جایی که میتونیم آبمون اوکی کنیم. من پشت این منطقه رو در نظر دارم برای آب. بعد زدن همه این واتر پامپا نوبت میرسه به چی؟ میرسه به جاده اینجا دیگه. اینجا یه جاده ای هم حالا میخواد. الان بعد مشکل آب شهر به کل حل بشه. شما چرا آب نمیکش به جاده وصل نشدن این بی پدرا؟ ای بابا. آقا توف تو این شانس وایس، از نو من باید همه اینا رو وصل کنم به اینجا این. ولی خب بچه در نهایت این از این. الان همه واتر پامپ اوکیه. خب مشکل برق داریم الان، مشکل کم بوده برق هم نداریم، مشکل اوور ولتاژ داریم و مجبوریم این پارت قبلی لاین جدید بگیریم آقا. و خب بچه این هم از این، ولی هنوز هم مشکلمون حل نشده. یعنی من با اوکی کردن همه اینها و علاوه بر اون ساخت کلی چیز دیگه، هنوز نتونستم وضعیت آب و فاضلابمون رو منیج بکنم. پس با این حساب کلی اوتلت الکی اینطوری اینجاها اد میکنم، ولی آب و فاضلاب هنوز مشکل داره که با این حساب من بودجه آب و فاضلابو میبرم بالاتر. ولی حل شید لطفاً، که نایس، حل شد نایس بچه ها، نایس. بالاخره مشکل حل شد، ولی ارزشش رو داشت. همه این مصیبت ها ارزش این بیلد رو داشتن. چرا؟ به خاطر این باونس های خفن. هیچی نشده ساخت همین بیلد بچه. ببینید 85-86 میلیون تقریبا بهمون پول داده تا الان. هیچی نشده، هر ثانیه 1 میلیون داره میاد روی پولمون، همش هم به خاطر این بیلده که واقعا از بابت داشتنش راضیم. ولی این آتیش تا نرسیده به کارخونه هامون، بذارید من یک مرکز هوایی همین جاها بزنم ساخته بشه. این الان میرسه به کارخونه هامون، به بادمون میده دیگه. یه مرکز آتش نشونی هوایی اینجا داشته باشیم بد نیست ها. هلیکوپترها پرواز کردن میرن اینجا، الان انوگو بر میدارن میبرن میریزن رو اینا، خیلی هم خوب. جنگل هامون رو به هر حال میتونن نجات بدن. ولی بچه برای اینجا هم باید یه کاری بکنیم دیگه. کشتی و اینا داره رد میشه، آبروی سیاتمون داره در
جهان میره. ولی بچه دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو دیدید، خیلی دوستتون دارم بچه. تمام سعیم رو کردم که ویدیو طولانی باشه، منتظر پارت بعدی یعنی پارت آخرمون هم باشید و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.